نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 17 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با اخبار علاجیه در تعارض بین روایات فرمودند: گاه برای انسان دو خبر می آید که یکی از آنها ما را امر به انجام کاری می کند و دیگری ما را از انجام آن نهی می کند. لذا معصومین علیهم السلام برای حل این مشکل راه را به ما نشان دادند که در برخی موارد لازم است که بررسی نماییم که کدام مشهورتر است و به آن عمل نماییم و یا بعضن باید دید که کدام یک مورد مخالفت عام قرار گرفته که به آن عمل نماییم، که با آنها اخبار علاجی گفته می شود و در زمانی که اخبار متعارض می رسد از آنها استفاده می کنیم. یعنی لازم است که ائمه علیهم السلام در اخبار علاجیه نسبت به آن قید کرده باشند. معظم الله در رابطه با اساس و مصدر علم رجال فرمودند: اساس علم رجال از اهل بیت علیهم السلام است و ائمه علیهم السلام فرمودند: معالم دینت را از غیر شیعیان ما اخذ مکن، یعنی احادیث ما را از کسی که جزء شیعیان ما نیست و احیانا از ما مطالبی نقل می کند دریافت نکنید. یعنی اساس و مصدر علم رجال از ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است. ایشان در ادامه فرمودند: در روایات متعدد دیگر هم معصومین علیهم السلام تأکید فرمودند که اگر خواستید از ما حدیث و روایتی نقل کنید لازم است که آن فرد ثقه باشد، یعنی مشهور به آن باشد که او اهل کذب و دروغ نیست و ملاک وساقت است، یعنی کسی که انسان باور دارد که او آدم راستگویی است. آیت الله العظمی شیرازی با یکسان دانستن مفهوم سب و لعن فرمودند: سب و لعن دو صغرا از یک کبرای کلیه هستند و در قرآن کریم و روایات هم مورد اشاره قرار گرفته و بعضن بدان توصیه شده است و بر اساس فتوای فقها ها بعضن انجام آن واجب است، اما در پاره موارد معصومین علیهم السلام برای پرهیز از سوء استفاده دشمنان توصیه به انجام ندادن آن فرمودند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. نه این یک قسمه چه اونم یک قسم دیگه. بله این دو قسمه یک کبرای کلیه هستن، دو صغرا از یک کبرای کلیه هستن. خب قضیه خارجیه است، اونا رو منظورم قضیه حقیقیه بودن منافات داره با خود همین چیزهایی که تو قرآن کریم وارد شده، تو روایات وارد شده. اون مورد را حضرت گفتن نکنید حالا که این سوژه دست اونا ندن. تشخیص امام معصوم علیه السلام در اونجا این بوده. خدایان آها درست، ایبی ندارم، قبوله، اون قضیه حقیقی است. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، این نهی از مطلق سب نیست. این شیخ در مکاسب دارن که سب گاهی واجب، گاهی حرام، گاهی مستحب، گاهی مکروه، گاهی مباح. یعنی قسم الی الاحکام الخمسه به نظر نهی شده ازش، اما روی عناوین ثانویه گاهی میشه این واجب. مثل غیبت، غیبت مگه حرام نی؟ فقها میگن تنقسم الی الاحکام الخمسه، گاهی غیبت میشه واجب، مثل این غیبت هایی که نسبت به روات نقل کردن، یه عدش غیبته، یعنی مستور اون راوی بوده این شیء. فقها ها گفتن گاهی اصلا واجبه این غیبته، با اینکه ما داریم اطلاق داره
که غیبت نکنید. ای حب احدکم ای اکل لحم اخیه میتن. منافات نداره، این عناوین ثانویه است. ظاهرا یکیه، چون عرفیه. بله. اگر واجب شده، یعنی به عنوان ثانوی واجب شده و انجام آن کار حرام کرده، مثل غیبت، اگر یه جای غیبت واجب بشه و انجام نده آن کار حرام کرده، این سیئات روات و اصحاب ائمه علیهم السلام که صده ها و صده هاست، خود همون اصحاب ذکر کردن، بعضیش غیبت بوده و بعضیش هم واجب بوده بگن، چون واسه این که مردم بشنسن این راوی راوی درستی نیست، مسئله احکام مهمتره، وقت می شده واجب. همجور که فرمودن بعضی ها، یعنی یه عده ایشون هم شیخ انصاری رضوان الله علیه،